باورتون نمیشه چه پکیجی گرفتم. بعدش هم با هر سفارشی که بدی یه دونه کاپ مجانی میاد، البته واسه 24 ساعت بود، ولی تا اومد اینجوری بودم که من همین الان باید بخرم. Oh my god, this is perfect. تابستونم نزدیکه. This is beautiful. اوکی بذاریم. آقا من اینو خیلی وقت پیش سفارش دادم، یه چند وقت طول کشید بیاد واسم، چون از آمریکا به کانادا میاد من با یه پول اضافه میدادم که اگه میدونستم سفارش نمیدادم. تا موقعی که نفهمیدم تا رسید اینجا اینجوری بودن که باید یه دونه تکس فرستاده شدنشو بدی. من قبلش چرا خبر نداشتم که همچین اتفاقی قرار بیفته. anyway میخوام همشو امروز امتحان کنم. توی روز یکیشو هی امتحان میکنم، چون من قهوه زیاد میخورم. هر کدومو یه بار امتحان میکنم، هر کدومو یه بار. چرا نمیتونم حرف بزنم؟ توی روز سه تاشو امتحان میکنم و در آخر بهتون میگم کدومش بهترینه. شایدم همشو امروز نخورم به خاطر اینکه استرسم خیلی میره بالا با این همه قهوه. فلتی ماوس سوشال داگ بلند بریزی باترفلای بلند. اوکی این کافئینش 4 از 5، این 5 از 5، اینم 5 از 5. من کلا قوی گرفتم چون سارا میدونیم کافئین زیاد میخوره. اوکی اینو میخوریم. بچه‌ام که شیر بادومم تموم شده، مجبورم خالی بخورم. آیس امریکانو درست میکنم که همش تیستش قشنگ بفهمم. تیه کافه دیدم. که از بوش بگم خیلی ضعیفه. حالا هنوز بذار باعث بخورم بعد نظرم بدم. فنسی ماوسه. اوکی بذار ببینیم چه مزه ای. این اولین باری که دارم میخورمش. It's pretty good. لانا مزهش متفاوته. Yeah it's cool huh. یه ذره ته مزه شکلاتی رو داره ولی خیلی کم، که خیلی خوبه چون که واقعا دلم نمیخواست خیلی شکلاتی باشه یا کریمی باشه. It's pretty good. ولی مثلا اونقدر قوی نیست، شک کافئینش زیاد باشه، ولی فکر کنم دارک روست نیست. Arabica creamy dark chocolate sweet caramel. You'll taste creamy chocolate body with a sweet caramel finish. Voila. از 5 بهش 3.5 4 میدم. Okay it's not bad, it's good. میدونین چیه؟ پشیمون شدم. بهش 3.5 از 5 میدم. فقط من خودم به شخص خیلی قهوه های تلخ میخورم و خیلی قویه، یعنی تیسی که میخوری خیلی اگه قهوه زیاد دوست نداری ولی کافئین دوست داری، این فکر میکنم خیلی خوبه. چیز مورد علاقه هم راستشو بگم این کلاه هست، خیلی قشنگه. I love it. صبح خوبی رو شروع کردیم. اوکی منم درس بخونم. واو چرا اینا انقدر باید ویوشون خوب باشه ما انقدر ویمون آشغال؟ اصلا عادلانه نیست، فقط به خاطر اینکه اینا دارن پول بیشتر میدن. اصلا عادلانه نیست. اوکی ساعت 11 و بریم خرید، چون که هیچی ندارم بخورم. شیر ندارم، موز ندارم، سبزیجات ندارم، میوه‌ام زیاد ندارم. سو و بریم خرید، بعدش دوباره بیام درس بخونم. فان لایف. واقعیتش اینه که سارا یا داره درس میخونه یا داره غذا میخوره یا دارم کار میکنم. پریتی ماچ زندگی ندارم. مگه نه؟ دو یو ثینک ایتس ترو؟ هنگا
کت مخصوص. شلوار دوره اندازم شده. اوکی خیلی دوشی بازیه. اگه بخوام با کلا برم احساس میکنم کلا رو باید بردارم. یه این بری بذارم. ولی من بیشتر اوقات پلنت بیس غذا میخورم، یعنی گوشت و لبنیات و تخم مرغ زیاد نمیخورم. خیلی کم پیش میاد، یعنی اگه برم بیرون یا غذا سفارش بدم گوشت میخورم، ولی کمتر از همیشه، شاید مثلا یکی دو بار تو هفته. anyway، این دوتا رو گرفتم، ویگنه و کلا گوشت و اینا نداره توش. نفسم گرفت، خیلی راه بود. آره چون یه چند وقتی خیلی هوس گوشت رو اینا کردم ولی نمیخوام بخورم. It's handy. میدونی مثلا یهو هوس میکنی. You can have this. آسو چقدر سارا تنبله. سیب زمینی آماده خریدم. باز یه میدونی اصلا اینقدر فوکسم روی درس و کاره، واقعا خیلی کم پیش میاد وقت کنم غذا درست کنم. واسه همین اینا کمک میکنم. سپینچ، پارچ، توت فرنگی و از همه مهمتر موز. بچه کلت رو گرید دود. اوکر وقت قهوه بعدیه. از اینجا باز میشد من اون یکی رو پاره کردم. الان با عقل خیلی بیشتر جور در میاد، به خاطر اینکه من اینجوری بودم که الان what the hell is this، چرا اینجاش پاره میشه؟ بعد بگو اصلا نمیخواست پارهش کنم. اوکی الان قهوهش رو بیشتر دوست دارم. من اینو به شخصه بیشتر دوست دارم. زدم میدیوم روست ولی این احساس میکنم تلختره. مگه میدیوم روست به این معنی نیست که، بذار سرچ کنم، مگه میدیوم روست نباید یه ذره تلخیش کمتر باشه؟ A medium roast will have a stronger flavor than light roast while a medium dark roast will have a bitter sweet aftertaste. اوکی من زیاد راجع به قهوه اطلاعات ندارم، فقط میدونم قهوه و کافئین دوست دارم. اگه از یه نفر بخوایم بپرسیم که قهوه زیاد میخوره و قهوه های مختلف امتحان کرده و خیلی نظر داره، نظر سابجکتیو و شخصی، به نظرم سوشال داگ از اون یکی ماوسی چی فنسی ماوسی فنسی ماوس I suck از اون بهتره. اینو من بیشتر دوست دارم. من به این قهوه میدم 4.5 از 10 چون که خیلی بهتر از فنسی ماوس بود، ولی هنوز یه ذره یه چیزی کمه اینجا، یه چیزی کمه. واسه همین 4.5 از 5 نه 10. بهتر قهوه هم بخورم، هنوز خوابم. همین الان لکچر رو تموم کردم and کافی ریخت اینجا. I don't know. Anyway این درش یهو باز شد. So I'm very disappointed. واسه چی درش باز شد؟ مگه اینجوری نیست که بچرخه؟ نمیدونم، دیزاینش خیلی خوب نیست ولی whatever، مجانی بود. We love مجانی things. So خیلی خسته شدم. کلی اطلاعات مزخرف 3 ساعته گرفتم از لکچره. حالا باید بشینم این لکچر رو، امروز باید این اسایمنت رو بفرستم. ددلاینم هفته دیگه است ولی میخوام اینو این کارو بکنم. تموم شه. بعد از اینکه تموم شه فقط 3 تا سابمیشن مونده، 3 تا پروژه باید بفرستم و این ترم تمومه. تموم. 2 هفته استراحت دارم بعد دوباره کلاسام شروع میشه. اوکی میریم استراحت کنیم. بریم لونا رو ببینیم.
این بهترینشونه، 5/5. کافئینش بیشتر از همشونه، البته اون یکی هم 5 بود، ولی خوابم میاد. ساعت 7 صبح، قهوه دوممه. فکر کنم امروز به جایی که اسکوترم ببرم مثل همیشه برم راه برم تا جیم، نیم ساعت راه تا اونجا، نیم ساعت تا برگشته، واسه اینکه فیتچین یکی از بهترین راه‌ها راه رفتنه. جدی میگم راه رفتن رو خیلی‌ها نمی‌دونن، خیلی underrated، ولی راه رفتن خیلی تاثیر داره. واسه همین الان که هوا داره گرم‌تر میشه، از هوای گرم‌تر منظورم 2 درجه است. anyway واسه کانادا خیلی گرمه 2 درجه. میریم راه بریم. چرا ولی ستارباکس داشت قهوه مجانی میداد. I was like free Starbies. داشتم از همجی را میرفتم، داشتم به آهنگم گوش میدادم، خیلی ملو داشتم برمیگشتم از جیم و دیدم ستارباکس بسته است، نمیخواستم اصلا برم توش سر راه همه. بعد بذار غذای لونا رو بدم، منو قاطی میکنه. Here you go little one. پشتشم رد می شدم و دیگه دیدم که گفتش که قهوه می خوای؟ It's free coffee. I was like yeah. باز چی باید بگم نه؟ من همین الان 2 تا قهوه خوردم. این قهوه سومه و اون 2 تا قهوهی که خوردم 2 تا شات بود هر کدوم. یعنی 4 تا شات با این 5 تا شات. It's okay. نمیدونم اوکی یا نه، ولی امروز می فهمیم. اگه استرسم زیاد شد دلیلشو می دونیم. دارم اینو میخورم با یه گوشنم نیست، به خاطر اینکه 2 ساعت دیگه دارم با دوستان میرم بیرون، واسه همین گفتم اینو بخورم که اونجا هنگری نشم، اینجوری باشم که دارم میمیرم از گوشنگی. او مای گاد، امروز خیلی کار کردم از صبح که ولاگ نگرفتم تا الان که ساعت 4 بعد از ظهر داشتم کلا بوم 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 درس میخوندم. خیلی خوب پیش رفتم، 3/4 پروژه رو تموم کردم، یه ذرهش مونده، میشه گفت 3.5/4 کارو انجام دادم. 3.5/4 وجود داره، حس خیلی خوبی دارم، ورزشم خوبه. بذار چش نکنم خودمو، چش نکنم. ورزشم خوب داره پیش میره، کارم خوب داره پیش میره. دیدی وقتی همه چی داره خوب پیش میره به اینجوری که داستان چیه؟ خلاصه که خیلی حس خوبی دارم، همه چی روی ترکه. اینم تموم کنم درسمو، بعد میتونیم بریم بیرون. چی بپوشم؟ اوکی، بعد از 600 ساعت دنباله یه آوتفیت گشتن اینو انتخاب کردم. کیوت ها؟ شلوارم خیلی بلنده که الان واسه بارون اومدن خیلی بده. به نظرم کیوته. تنها مشکلی که من الان با این آوتفیت دارم اینی که خیلی سرده، بعد باید روش یه چیز بپوشم، بعد نمیخوام یه چیز بپوشم که روش زشه. بذار میخوام این کتامو باش بپوشم. کیوت، ولی اگه اینو بپوشم یخ میزنه. ببین اینو زیرش بپوشم. ها؟ کیوت؟ کیوت یا نه؟ I don't know. اتاقم خیلی کثیفه، ولی اصلا وقت ندارم به این چیزا فکر کنم، فقط با آماده شم که برم. انقدر این استفاده نکردم خوش شده. 4:44. آه کیوت. بذاریم معنی 4:44 چیه؟ اه شد 45. Seek and find. دیگه منتظر نمون، برو دنبالش. شروع جدید و شروع اپورتونیتی های جدید. از گذشته دور میشی و به آینده نزدیک میشی. واو. البته واقعیتش بگم همین حسو دارم، به خاطر اینکه
میدونین این کلن چپتری که دارم واسه یوتیوب میگیرم That Girl چپتره که یعنی که کلن یه آدم بهتری بشی، رو خود کار کنی. و واقعیتش به خودم افتخار میکنم، تو این ماهی گذشته خیلی رو خودم کار کردم، خیلی به خودم نزدیکتر شدم که حس خیلی خوبی میده بهم. و مسلما هیچ رای آسون نیست، خیلی اشتباه کردم و خیلی جاها میتونستم بیش بهتر پیش برم، ولی واسه سارا واقعا به خودم افتخار میکنم، هم از نظر ورزش، هم از نظر درس، هم از نظر کار. تنها چیزی که این وسط میمونه سوشال لایفمه و دوستامن، که خب همه رو نمیشه با هم داشت و واقعیتش اینه که اصلا دوستامو این چند وقت ندیدم، البته که 2 هفته کرونا داشتم، ولی بجز اونم خیلی کمتر میتونم برم بیرون، چون واقعا بالانس کردن همه چی با هم خیلی سخته. ولی خب بازم هیچ چیزی عالی نیست، ولی تو همون imperfect بودن پرفکته. I'm really proud. و خیلی هستن که میپرسن از وقتی که شروع کردم دوباره ورزشام بذارم روی اینستاگرام، همه ازم میپرسن یا اول انقدر این کثیفه، من هیچ کوفتی تو این نمیبینم، یه دستی به این بزن سارا. خیلی ازم میپرسن که ورزش چی کار میکنی، غذا چه جوریه. اگه دوست دارین که یه دونه فیلم کلن از ورزش هفتگیم بگیرم که دقیقا چی کار میکنم، حتما تو کامنت ها بهم بگین که همچین ویدیویی درست کنم. ولی از نظر رژیم و سلامت، خیلی این دفعه فوکسم روی سلامت بود تا رژیم غذایی. یعنی واقعا هدفم واسه بدنم و فیزیکلی خیلی کم رنگ بود این دفعه و واقعا یه قسمت دیگه از زندگیم پر رنگ تر شد، اونم سلامتمه که هیچ وقت بهش توجه نمی کنم. اصولا وقتی که توی رژیم غذایی تو فیتنسی خیلی میتونی ناسالم زندگی کنی، که اینا رو خیلی ها نمیدونم، فکر میکنی که چون هیکل آدم خوبه حتما خیلی سالم زندگی داره میکنه، ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. خیلی ها به خودشون خیلی زیادی گشنگی میدن، غذا خیلی کم میخورن، همش فکرشون توی غذاه. اگه خسته این، اگه همش ایریتیتد این، همش اینجوری که اعصابتون سری خرد میشه، سردتون میشه سری، سردرد میگیرین، موهاتون میریزه، اینا همه نشونای اینه که رژیمتون اشتباهه و دارین خیلی کم غذا میخورین، به اندازه کافی ویتامینات رو نمیگیرین. و به عنوان کسی که توی ریکاوری از ایتینگ دیسوردر که 2 ساله که الان توی ریکاوری بودم و حالم خیلی 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 بهتر شده، هیچ وقت نمیخوام برگردم به اون shredded abs، به اون هیکل خیلی خوب که فقط واسه اینستاگرام و سوشال میدیا خوبه ولی خودم از ته قلب ناراحت باشم، واقعا ارزشش رو نداره. خلاصه که اینا رو گفتم که بدونین که من نه کالری میشمارم، نه چیزی رو وزن میکنم، نه حتی خودم هم وزن نمیکنم. تنها چیزی که من فوکسام گذاشتم اینه که توی ورزشم ببینم میتونم دفعه بعدی سنگین تر کار کنم، وزنمو سنگین تر کنم یا تعداد حرکات بیشتر کنم. این چیزایی که روش تمرکز میذارم و توش پروگرسمو میبینم و اون واسم با ارزشه تا اینکه برم رو وزن آمبولانس دارم حرف میزنم. بچه‌ها دعا کنین خط چشمم خراب نکنم، چون که الان چند ماه یه خط چشم نکشیدم، دستم داره میلرزه، اینقدر قهوه خوردم. یکی از کارا که باید بکنم اینه که قهوه کمتر بخورم. Hey, not too bad, right? It's pretty good. حالا باید مشکل اینه که باید اینو شبیه این کنم. اگه گوش با کن بود خیلی آسان‌تر میشد درستش کرد. کلن راجب فیتنس و ورزش، مخصوصا رژیم غذایی که میشه، من خیلی پشنتم، خیلی دوست دارم حرفمو بزنم، به خاطر اینکه انقدر روی اینترنت چیزای مسخره میخونم. اصلا 8 شب دیگه هیچی نخور، هیچ تغییری نمیکنه. اوکی، کالری روزانه هیچ تغییری نمیکنه اگه تو از شب دیگه هیچی نخوری، باعث نمیشه لاغر شی، همچین چیزی با عقل اصلا جور در نمیاد. یا اینکه برنج شب نخورین، هیچ فرقی نداره، تو صبح برنج بخور، تو شب برنج بخور، اصلا خود میشه. خلاصه که اگه اطلاعات بیشتر راجع به فیتنسی و ورزشی و رژیم غذایی خواستین، حتما میگی راجعش حرف بزنم، چون بعضی موقع آدم یه چیزی تو اینترنت میبینه و اونو فالو میکنی بدون اینکه هیچ ریسرچ و پشتش رو ببینی و اطلاعات درست رو به دست بیاری و یه چیزی فالو میکنی و شاید واقعا رابطت با غذا، رابطت با هیکلت خراب بشه و این چیزا یه چیزایی که نمیخوای از دستش بدی. نمیدونی چقدر مهمه که رابطه خوب و سالمی با ورزش و رژیم داشته باشی تا وقتی که از دستش بدی. وقتی از دستش میدی اینجوری که واقعا قدرشو ندونستم. اون موقع که با ایتینگ دیسوردر مشکل داشتم اینجوری بودم که یعنی میشه یه نفر کل روز به غذا فکر نکنه؟ مثلا میشه همجوری زندگی کنی، داری با یکی صحبت میکنی، یعنی تو به غذا فکر نمیکنی؟ نمیدونستم این نرمال نیست. هر ثانیه زندگیم داشتم به غذای بعدیم فکر میکردم. الان
اصلا اونجوری نیست و انقدر تغییر کردم، انقدر به خودم افتخار میکنم که تونستم از اون قسمت زندگیم بیام بیرون. I'm really proud و دوست دارم که آدمای بیشتری رو تو این راه بذارم تا اینکه از اون ور همش به فکر این باشیم که لاغرتر شیم، خوشیکلتر شیم. اصلا at what cost، you know، حاضر چی رو از دست بدی که همچین چیزی رو به دست بیاری؟ به این به معنای نیست که نمیتونی هیکلت خوب بشه، مسلما میتونی هیکلت خوب کنی، ولی از نظر سالم. و این به معنای اینه که طولانی تره، راه طولانی تره، ولی یه چیزی که باهات میمونه. من چند وقت بود اینجوری قیافم درست نکرده بودم. I feel good. همه میکاپ ها مال مثلا 3 سال پیشه، من هنوز دارم اونا رو استفاده میکنم. احساس میکنم که اصلا خوب نیست، فکر کنم نباید استفاده کنم اینا رو چون خراب شده. Whatever. Let's go out!